آقا برگشتیم با یه تکنیک هفته دیگه دوباره با امید جان. یه تکنیک قبلی رو توی ویدیو واسهتون اوکی کردیم، بهتون گفتیم چجوری ضربات رو وارد کنید. الان دوباره یه ضربه ترکیبی دیگه واسه شما اوکی کردیم. دوباره مثل همیشه تک تک میریم جلو. ولی بچه تا آخر ویدیو صبر کنید، میخوام یه نکته خیلی ظریف و مهمی رو بهتون بگم. تکنیک چیه؟ دوباره مثل همیشه با یار تمرینیم یا رقیبم دارم مبارزه میکنم یا تمرین میکنم، ضربه میدل کیک رو وارد میکنم. بچه ها تو ویدیوهای قدیم بهتون گفتم ضربه میدل کیک که وارد میشه چه جوری جمع کنید و دفاعش کنید. الان فقط از امید میخوام که پار من رو بگیره و دفاع کنه. ببینید ضربه گرفت دوباره. حالا تو این قسمت قبل از اینکه پا رو ول کنید میخوایم چند تا ضربه روی رقیب ارجاع کنیم. حرکت چیه؟ ضربه اول پا از من پا رو میندازم، یار تمرینیم پا رو میگیره، بعد یار تمرینیم ضربات وارد میکنه به من. بچه بریم. حالا ضربات چیه؟ یک، پا رو گرفت. دو، همینجا که پا رو گرفته با دست راست پا رو یک لحظه نگه میداره، با دست چپ خوگ میزنه. گردش بدن بچه هست. حالا ما داریم فعلا به شما آموزش میدیم، بعد آخر ویدیو کامل واسه شما ضربه رو نشون میدیم. دوباره کار میکنیم. ضربه رو زدم. دو. بیا اونجاست. میدل کیک گرفت. خوی. بچه اینجا یه بوکس راست مستقیم خیلی خوشگل ادامه دار بهش وصل میشه. چند تا تکنیک دیگه هم داریم. الان پای رقیب خورده زمین، من 3-4 تا ضربه دیگه بهش اضافه میکنم. حالا بریم دوباره. ضربه رو گرفت. خوی مستقیم. ضربه رو گرفت. خوی مستقیم. این رسید تا اینجا. 3 تا ضربه شد. ضربه 4 با تمامی قدرت وقتی بوکس راست میزنی کبد به ضربه بهش وارد میکنی، جوری که اگه ضربه خورد یا بیفته یا تمامی تمرکزش بره روی کبد تا ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. بریم دوباره. پا رو بگیر. گرفت. خوش. ضربه کبد. دوباره بریم. پا رو گرفت. خوش. مستقیم کبد. بچه رسید کبد. ضربه رو زدیم. میگیم رقیب نیفتاد، یار تمرینی هم که داریم باش تمرین میکنیم آسیبی ندید، ولی تمامی تمرکز رفت روی کبد. گارد میمنده. الان ضربه یک لوکی که خیلی خوشگل وارد میشه. بریم امید جان. گرفت. 1 2 3 ضربه. حالا این بچه ضربه میدل کیک بود، از امید میخوام که لوکی که بزنه برا من. دوباره قشنگ پاره میگیره. خوک مستقیم کبد ضربه. بریم. ضربه گرفت. 1 2 3 4 بریم. ضربه گرفت. 1 2 3 4 پاره زدم. 1 2 3 4 دوباره نشون میدیم. رفت. 1 2 3 4 خیلی قشنگ بچه ها. حالا چون من سر نمیتونم دستان بیارم پایین و میتونم بزرگن، اگه گارد بالا رو بسته بود ضربه لوکی که با تمامی قدرت به پایین وارد کنید. بچه ها به این حالت تمرینی میگن حمله در حمله. زمانی که رقیب به من حمله میکنه ضربهشو میگیرم، خونسا میکنم و همونجا ضرباتمو متداول بهش وارد میکنم، نمیذارم نفس بکشه. از بالا پایین ضرباتمو قدرتمند و مخرب وارد میکنم و نمیذارم بفهمه من قراره چه بلایی سرش بیارم. اگه به قسمت بالا حمله کردم، زمانی که قسمت بالاتنشو بس بلافاصله به قسمت پایین تنه ضربات خیلی محکمی میذارم که دیگه نفس اثر جاش تکون بخوره. آمار خودتون باشید. تا ویدیو دیگه تو این سایت برمیگردیم با امید جان. خدا نگهدار.